آره این یعنی داده دو خواهم آدرس دستینیشنه پس این صرف ایکس اف صرف صرف چار مصابیس با دیتا سیگمنت همون زبدر 16 به علاوی در واقع source index حالا هرچی که برای DS و SI انتخاب کردی و تو این رابطه گنجی خب و در واقع DS و SI اعدادی 16 بیتی بودن خب اوکی مثلا همینطوری همینطوری خود F300 رو ما میدیم به DS و 4 رو هم میدیم به SI پس مثلا SI میشه 4 و DS همون میشه 0F300 ولی دست خودتون خیلی کانفیگوریشن های دیگه ای هم چون اسیست استفاده کنم آره حق با شماست یعنی اگر من خواستم واقعا کامل کامل سوال مطرح کنم خوب بود که میگفتم حالا حجم بود که داده چقدر درستان میبینید این سه پیساش واجبه نه اصلا یعنی نه تو برگت رو ننوشتی وقتی ما درشون دادم ببین من تو برنامه نویسیه ما با برنامه نویسی ببین کاملا بستگی داره بعضی در واقع اسمبلر را هستن تو سی که باید بنویسی سفریکس رو باید حتما بنویسی خب تا مشخص بشه که این عددی که داری الان تو در واقع استفاده میکنی یه عدد هگزادسیمال خب اما تو اسمبلرها توی اسمبلرها بعضی هاشون هستن اصلا دیفالتشون هگزادسیمال خب شما لازم نیستی چی بنویسی خود عدد هگزادسیمال رو که بنویسی کافی و برعکس اگر مثلا بخواید دسیمال بنویسی باید مشخص کنی که بعضی از اسمبلرها هستن که در واقع اینطور نیست باید یه طور مشخص کنی که این هگزادسیمال مثلا فرض کنید یه سفریکس باید بذاری قبلش یا یه اچ باید بذاری بعدش یه اچ بزرگ بذاری بعدش حالا بعضی وقتا هست اسمبلر خب در واقع مثلا فرض کن که دیفالتش هگزادسیماله خب ولی بقیه نرم افزارهایی که با اسمبلر در ارتباط هستن اونا اینطوری نیستن مثلا چی؟ مثلا فرض کنید که اسمبلر هگزادسیماله ولی دیباگر خب نرم افزاری که شما باش بعد برنامه‌تون دیباگ می‌کنید ببینید درست هست یا نه اون خب اون اصلا این شکلی نیست یعنی توی دیباگر باید قشنگ سفریکس رو استفاده کنید توی اسمبلر هم تو رو همون بنویسید خب حالا بعد بچه‌ها تو دستینیشن توسط ترکیب ES و DI مشخص میشه که باز دوباره من همون کار رو میکنم یعنی destination index رو برابر با 8 قرار میدم و extra segment رو برابر با 58 دو صفر خب باز شما هر ترکیبی که استفاده کرده باشید که extra segment ضرب در 16 به علاوه DI بشه این درست خب بچه ها امروز میخواییم دو تا عدد رو در هم ضرب کنیم دو تا عدد بسیار ساده و بسیار معمولی
بچه ها فرض کنید که یه میکروپروسسوری داریم که این میکروپروسسور تمام رجیستراش 8 بیتیه. خب بعد من اینا رو دیگه یادداشت کردم که بعد با این میکروپروسسوره من میخوام یه ضرب انجام بدم. مثلا فرض کنید که قراره 51 ضرب بشه در 32، قراره این دو تا عدد رو هم ضرب کنم. خب با میکروپروسسوری که تمام رجیستراش 8 بیتیه، یعنی شما عددی در واقع عددی که تعداد بیتشون بزرگتر از 8 باشه رو نمیتونید با اون میکروپروسسور ذخیره کنید. خب این دو تا رو که در هم ضرب کنیم در واقع حالا ما معادله با این نمیش 1 1 0 1 1 0 و یکی هم معادله باینریه این دو تا عدد و وقتی تو هم ضربش میکنن حاصل ضربش میشه حاصل ضربش میشه 1728. خب پس این دو تا رو تو هم ضرب میکنیم 1728 رپرزنتیشن باینریش. بچه ها ساده است، بعد این صفر رو هم میاد جلوش، درسته؟ هم تو به اجلب در دو میکنی پس میزید 1728. خب اینو این چند بیته؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 جون کدوم ها؟ 51 اشتباه راست میگم. 54 خب آقا این 54 یه عددی 54. خب حالا این عدد هم احتمالاً اشتباه است، مهم نیست، ما داریم با باینریش الان من میخوام به باینریش نگاه کنم خیلی حال به عدد اینه. این یه رپرزنتیشن باینری عددمونه، خب اینم رپرزنتیشن باینری عددمونه، اینم حاصل ضربش. این تیکشو در واقع مطمئن چون ضربش اپریشن خیلی ساده بود، همینطور اومدم این صفر رو گذاشتم جلوش. حالا این 11 بیته، خب میکروپروسسور ما 8 بیتیه. خب چه شکلی این عدد 11 بیتی رو توی یه رجیستر 8 بیتی ذخیره کنم؟ خب یه راهش اینه که بگیم که آقا خب توی یه دونه رجیستر 8 بیتی اینجاش نمیشه، تو مجبوری دو ترکیب رجیستر رو بالاخره استفاده کنی. این 8286 بود که رجیستر در واقع رجیسترها 16 بیتی بودن ولی در ذات خودشون 8 بیتی بودن، 8 بیتی ها میشستن بقیل هم 16 بیتی رو میساختن. ممکنه تو بگی آقا من از رجیستر 16 بیتی میخوام، با 8 بیتی کارم را نمیفته. خب حالا یکی میاد یه ایده میده، میگه که اگه من بیام و در واقع روش نگاه کردنه CPU مو به رجیسترها عوض کنم، اون وقت ممکنه بتونم با همون 8 بیت هم این عدد رو ذخیره کنم. ببینید چه شکلی، من میگم من میخوام اینو توی یه رجیستر 8 بیتی ذخیره کنم. خب میام اینو به صورت یه ترکیبی از در واقع آلفا ضرب در مثلا دو به توانه، حالا مثلا فرض کن یه بتایی این شکلی ذخیرهش میکنم. توی اون رجیستر آلفا و بتا رو ذخیره میکنم. چه شکلی؟ این شکلی نگاه کنید، اینو این عدد رو من میتونم چه شکلی بنویسم؟ میتونم بگم 1 1 0 1 1 ضرب در 2 به توانه 1 2 3 4 5 6. خب خب حالا توی
سی پی یو یا 8 بیتی توی رجیستر 8 بیتی این دو تا رو این شکلی ذخیره می‌کنه. این 6 رو 3 بیت پایین اختصاص میدم به این به ذخیره کردن این بتاه، به ذخیره کردن این توانه. خب یعنی اینجا 1 می‌نویسم، 1 می‌نویسم و 0. بقیه بیتا رو اختصاص میدم به ذخیره کردن خود عدده. خب پس اینجا 1 می‌نویسم، 1 می‌نویسم، 0 می‌نویسم. اگه که من موقعی که دارم سی پی یو رو طراحی میکنم، اون مداره لاجیک سی پی یو رو طراحی میکنم، سی پی یو رو یه طوری طراحی کنم که به رجیستراش این شکلی نگاه کنه. خب یعنی عوض این که سی پی یو فرض کنه که اینا بیت هایی عدد اصلا پشت سر هم، بیاد این شکلی نگاه کنه که این توانه، خب این پایه است. اگه سی پی یو رو، مداره منطقی سی پی یو رو یه طوری طراحی کنم که این شکلی به عدد نگاه کنه، وقت شما میتونید رنج خیلی وسیع تری از اعداد رو با یک تعداد بیت مشخص نمایش بدید. عدد منفی رو مثلا مثال بده یه مثال دیگه میزنیم بعد در واقع در مورد عدد منفی هم حرف خواهیم زد. باشه کوچولو سم، چون میدونی این مثالا من در آوردیه. خب ولی همینطور که میریم جلو من خواهم البرسم به استاندارد آی تریپلی. خب اون دیگه من در آوردیه. اما دوستاتون یه حرف قشنگی زدن، گفتن که این شکلی دقت نشون دادن عددات به شدت افت میکنه. این حرف کاملا درست و حالا ما بیشتر در موردش حرف خواهیم زد. خب اجازه بدید که یه مثال همینطور یه دیگه بزن. بچه ها عدده 77 اگه اشتباه نکرده باشم تو تبدیلش 100 101 ضرب در 35 که هست 100 کاسه ضربش میشه 2695 رپرزنتیشنش هم میشه 101 چجوری گیر میافتیم؟ این هم داره میخواید تو 8 بیت ذخیره کنی دیگه، درسته؟ خود نمیتونیم. ببین اینجا دقیقا همین حرف که دوستتون زد، مثالمون خیلی خاص بود، یه طوری بود که همه این بیت های این ور صفر شد. خب و من خیلی راحت تونستم تمام اینا رو با یه توان دو نشون بدم. خب ولی الان این ور اینطوری نیست، این ور شما اینجا یک دارید. خب دیگه اینا رو نمیتونیم اونطوری نشونش بدیم. اگه که من بخوام اینو با همون ساختار ذخیره کنم، مجبورم از بیتای کم ارزش صرف نظر کنم. یعنی مجبورم فرض کنم که اینا صفر. تو این ساختاری که ما اینجا داریم چند بیت برای پایه گذاشتیم؟ 1, 2, 3, 4, 5. شما از این عددتون ماکسیموم 5 بیتش رو میتونید ذخیره کنید. خب طبیعیه، حالا که من خب 5 بیت ذخیره کنم دیگه هیچ بیتی رو نمیتونم ذخیره کنم، میرم پر ارزش رو ذخیره میکنم. پر ارزش هاست که مهمه. خب مهمه پر ارزش هاست. پس اینو ذخیره میکنم، اینو ذخیره میکنم، اینو و اینو.
این 5 تا و اینا رو ازش صرف نظر می‌کنم، فرض کنم صفره. باز دوباره اون حرفی که دوستاتون زد گفتن دقتش خیلی میاد پایین، درسته دقتش میاد پایین، ولی بچه‌ها خیلی وقتا توی محاسبات شما دقت بالا نمی‌خواید، خیلی وقتا توی محاسبات یه دقت معمولی کاملا برای انجام محاسباتمون کافیه. عین اینکه مثلا فرض کنین که چه می‌دونم 4,560,235 تومان با مثلا 2 میلیون و فلان چقدر میشه، و حالا مثلا طرف میخواد ماشین بخره، خب دقیق لازم نیست این تا رقم آخرش رو حساب کنیم، همین مثلا میگه 7 میلیون. خب خیلی از اتفاقایی که میفته محاسبات که ما باید انجام بدیم اصلا لازم نیست دقیق باشه، خب یا یه دقت حدودی براش کافیه و ما خیلی راحت بدون نگرانی میتونیم از بیتای کم ارزش صرف نظر کنیم. پس این عدد رو بچه ها برای اینکه ذخیرش کنیم تبدیل میکنیم به این عدد 1 0 1 0 1 و بقیه بیتا 0، یعنی 7 تا 0. خب و حالا اینو ذخیرش میکنم به چه فرمتی؟ این میشه پایه و توان تعداد صفر هاست، این میشه عدد 8 بیتیه. پس ما میتونیم سی پی یومونو یه طوری طراحی کنیم که عوض اینکه به این رجیستر رو معمولی نگاه کنه، به این رجیستر رو به صورت پایه مانتیس و توان اکسپوننت این شکلی نگاه و محاسبات هم این شکلی انجام بده. خب بچه ها توی سیستم‌های دیجیتال، سیستم‌های محاسباتی، یک تعریف بسیار بسیار مهمی وجود داره به اسم داینامیک رند. داینامیک رند یعنی اون رنجی که تو این سیستم محاسباتی میتونه تا اون رنج عددا رو نشون بده. مثلا داینامیک رنج یه سیستم 8 بیتی معمولی از 1 تا 255. خب یه سیستم 8 بیتی معمولی کوچکترین عددی که میتونه نشون بده چیه؟ 1. بزرگترین عددی که میتونه نشون بده 255. این داینامیک رنجشه. حالا مثلا فرض کنید که اگر من بخوام به عنوان یه عدد ارائهش بدم، مثلا لگاریتمش هم میگیرم ارائهش بدم، میگم داینامیک رنج هست لگاریتم مثلا 255 منهای 1. خب اما این سیستمی که ما الان اختراع کردیم داینامیک رنجش چقدره؟ از 1 میتونه نشون بده خب تا بزرگترین عددمون که هست در واقع 5 تا 1 ضرب در باینری 2 به توان 7. خب چقدر میشه؟ یه عدد بزرگی میشه، میشه 31 ضرب در 2 به توان 7. از 1 تا 31 ضرب در 2 به 7 شما میتونید نشون بده با این اختراعی که کرد داینامیک رنجتون خیلی بزرگ شد. خب و بزرگترین عددی که میتونید نشون بده اینه، بزرگترین عددی که میتونید نشون بده اینه. خب داینامیک رنجتون زیاد شد به چه قیمتی؟ به این قیمت که شما در واقع دارید دقت رو از دست میدید. برای اینکه این مطلب رو بفهمیم فرض کنیم که ما با این سیستمی که اختراع کردیم میخواییم عدد مثلا فرض کنید که 33 رو نشون بدیم. فرض کنید با این سیستمی که اختراع کردم با این داینامیک رنج وسیعی که داره میخوام 33 رو نشون بدم. خب
33 خب میخواییم این رو نشون بدیم. خب چند بیت برای پایه میتونستم استفاده کنم؟ یک، دو، سه، چهار، پنج، سی و دو، درسته؟ من یک میخواییم نمیشتم، ببخشید. خب توی سیستمم من بخوام اینو ذخیره کنم با این اختراعی که کردم باید به صورت یه عددی درش بیارم که 5 بیت پایه داره پایه توان. خب خب این 5 بیتو که 5 بیت پر ارزش هستن ذخیرهش میکنم، مجبورم از این یکی بیت صرف نظر کنم، مجبورم فرض کنم این صفره چون اینو نمیتونم تو پایه ذخیرهش کنم، پایم فقط 5 بیته. خب پس در واقع شما مجبوری فرض کنید که این صفره خب توی بخش توان باید 1 رو ذخیره کنید و تو بخش پایه این پایین. خب این چنده؟ 32. یعنی بعد که اینو بازیابی کنی، وقتی که بازیابیش کنی میشه 16، میشه 1.4 تا 3. خب ضرب در 2 به قوه 1 میشه 32. توی این سیستم که شما اختراع کردی درسته که رنج خیلی گسترش پیدا کرد، ولی دیگه بعضی از عددتو نمیتونی نشون بدی. بچه ها این ایده هایی که الان در موردش حرف زدیم پایه محاسبات اشاری توی سیستم های میکروپروسسوریه. وقتی میخواید شما محاسبات اشاری توی سیستم های میکروپروسسوری انجام بدید، اونجا هم دقیقاً عدد رو همین فرمی ذخیره میکنید، یعنی به صورت پایه ضرب در واقع حالا بیس نما به قوه یه عدد، به قوه یه اکسپوننت که میخواییم امروز در موردش بیشتر صحبت کنیم. چی؟ آره خیلی سر چون معلوم نیست که بازم ایده هست برای فشرده کردن عدد ها، این هم یه چیز ساده بود. آره دقیقا دو هم چهار دو هم کوچولو میشه. آره قشو باز من تأکید میکنم دقت خیلی جا مهم، یعنی اینطوری براتون مثال بزنم بچه ها، اگه یه در واقع تعداد بیتای پایم خب یعنی تعداد بیتایی که خود عدد رو داریم باش نشون میدیم، مثلا فرض کنید 64 تا، یعنی شما حق داشتید با 64 بیت خود این پایه رو نشون بدید، وقتی دیگه اینقدر دقت بالاست با همین 64 بیت که دیگه هیچ مشکلی پیش نمیاد، یعنی معدد هایی که جا میفته دیگه مهم نیست. تو هیچ سیستم میکروپروسسوری بچه ها این شکلی نیست که بیان با 8 بیت این کار رو بکنن، معمولا مثلا فرض کنید که تو سیستم میکروپروسسوری معمولا جای این 5 بیت شما مثلا 30 بیت دارید و جای این مثلا 3 بیت مثلا شما فرض کنید که 11 بیت دارید. خب و با یه دقت بسیار بسیار خوبی شما میتونید تمام عددا رو نشون بدید.
بچه‌ها طبیعیه که اگه من یه سی پی یو داشته باشم که این کارش این باشه که عدد رو به عدد 8 بیت یو معمولی بهشون نگاه کنه، این عدد معمولی بهشون نگاه کنه، خب این عدد معمولی بره جمع و ضرب و تفریق و اینا رو روشون انجام بده. اگه سی پی یو این شکلی داشته باشید بچه‌ها، مدارای این سی پی یو خیلی خیلی ساده تره از حالتی که شما سی پی یو داشته باشید که به عددها به صورت مانتیس و اکسپوننت نگاه کنیم. خب یعنی یه ضربی که در واقع بین دوتا عددی انجام میشه که به صورت مانتیس و اکسپوننت بیان شدن، مدارای خیلی پیچیده تری میخواد تا ضربی که دوتا عدد توش معمولی هست. برای همینه که بچه شما میبینید مثلا میکروکنترولر و میکروپروسسورهایی که اون اول کار اختراع شده همشون عددی که در نظر میگرفتن عدد صحیح بوده. خب بعد که زمان گذشته تکنولوژی VLSI گسترش پیدا کرده، میبینید کم کم محاسبات اشاری هم ظهور پیدا میکنه. خب و بعد میبینید که کم کم محاسبات اشاری میاد تو خود CPU. برای این توسعه داده شده که همه دنیا کسایی که سیستم‌های محاسباتی می‌سازن از این استاندارد پیروی کنن برای رپرزنت کردن عددها. خب اسلایدهایی که الان ارائه میدم مال خودم نیست، در واقع یکی خوب بود، اسلایدش خوب بود، من همینا رو برداشتم و الان براتون ارائه میدم، مال این آقا هست که فکر کنم ایتالیاییه. خب ببینید یه استانداردی هست مال آیتریپلیه، آیتریپلی 754 استانداردی هست که مخصوص در واقع عددهای اشاری نوشته شده. خب و تمام این سی پی یو هایی که ساخته میشه محاسبات اشاری انجام میدن، تمامشون مبتنی بر این استاندارد در واقع عددها رو رپرزنت میکنن و محاسبات رو انجام میدن. خب توی استاندارد IEEE در واقع یک عدد اشاری با دقت معمولی این شکلی نشون داده میشه، عددهای اعشاری با دقت معمولی بچه‌ها 32 بیتن. خب توی برنامه نویسی سی شما هر وقت که از فلوت استفاده میکنید، مثلا فرض کنید بنویسید فلوت آ، خب اون عددی که ساخته میشه یه عدد اعشاری با دقت معمولیه. حالا یه مدل دیگه هم داریم، عدای اعشاری با دقت مضاعف. توی سی از چه کلمه کلیدی استفاده میشه برای رپرزنت در واقع به وجود آوردن یه همچین عددی؟ شما توی برنامه‌نویسی سی هر وقت از کلمه دابل استفاده میکنید در واقع دارید یک عدد اعشاری به وجود میارید با دقت مضاعف. دقت مضاعف 64 بیت دراز دارد. خب بچه ها از این 32 بیت یه بیتشو IEEE گذاشته برای علامت عرض، یعنی اگر عددتون منفی بود در واقع این بیت یک میشه، اگر مثبت بود این بیت صفر میمونه. 8 بیتشو گذاشته برای توان و 23 بیتشو گذاشته برای مانتیس، برای خود عدد. خب حالا نکات مختلفی مطرح میشه برای اینکه حالا در واقع یک مثال
میخوام ببینم که عدد 17 رو با این حالا نه با خود اون استاندارد 23 بی جی با یه در واقع رپرزنتیشن معمولی شبیه اون ما چه شکلی ذخیره میکنم. خب 17 به صورت باینری این شکلی بیان میشه. بعد بچه ها استاندارده آیتریپلی میگه تو هر عددی داشتی خواستی این عدد رو در واقع به صورت اعشاری نشون بدی این عدد رو در واقع شیفتش بده انقدر که به صورت صفر ممیز در واقع یک بقیه رقم های عدد در بیاد. خب نیا کنید 17 اینه اومده انقدر شیفتش داده به سمت بیت کم ارزش که به صورت صفر ممیز یک صفر 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 یک ضرب در دو به قوه پنج در بیاد. این دوتا الان یکی هست. خب حالا باز بیشتر توضیح میدم گیت نشید. بعد در واقع این میشه مانتیسمون و این تقام میشه اکسپوننت هم. اکسپوننت سر جای خودش ذخیره میشه، مانتیس هم سر جای خودش. این با مثالی که من زدم یکمی فرق داره. تو مثالی که من زدم در واقع شما توی مثالای من اصلا عدد اعشاری ندارید. خب این کاری که میکنه اینه، همیشه میان و هر عددی که میخواد ذخیره کنه تبدیلش میکنه به این فرم. یعنی همیشه هر عددی که شما توی در واقع استاندارد آیتریپلی میخواید ذخیره کنید عدد اعشاری حتما به فرم صفر ممیز یک بقیه رقم های عدد ضرب در دو به توان یک اکسپوننت. باینری صحبت کنم. خب من یادم میاد که تو دبیرستان اینا بود. تو دبیرستان مثلا شما اینا رو میخونید. حالا نمیدونم تا چه حدی شما یادتونه یا بود دیگه. مثلا بچه رو فرض کنید که من عدد مثلا فرض کنید که عدد 23 سلام عدد 23 سلام همینطوری دارم در هوا صحبت من 23 سلام من میخوام به صورت باینری نشون بدم. خب چه کار میکنم؟ آفرین. همینطور ضرب در دو میکنیم و در رقم هایی که به دست میاد یاد داشت کنیم. بذارید این کار رو انجام بدیم. 23 سال. خب رپرزنتیشن باینریش میشه صفر ممیز یه چیزایی. حالا اون یه چیزایی رو میخواییم به دست بیاریم. برای اینکه اون یه چیزایی رو به دست بیاریم بچه ها شروع کنیم یه عدد رو ضرب در دو کردن. 23 سال ضرب در دو میشه صفر ممیز 46. خب اینو یاد داشتون باقی مونده شو بیاریم صفر ممیز 46 ضرب در دو میشه چقدر؟ 0.92 ضرب در 2 این 1 رو یاد داشت. 0.84 ضرب در 2
یکو یاد داشت. این کار رو هی ادامه بدی، انقدر ادامه بدی که این طرف ممیز دیگه چیزی باقی نمونه. یعنی مثلا یه جایی به این الگوریتممون یه جایی برسیم به یه عددی که دیگه ضرب در دوش که میکنیم، اون طرف این برای ممیز بشه صفر. خب مثلا فرض کنیم برسیم به نیم، خب بعد نیم رو بیایم ضرب در دو کنیم بشه یک. خب اینم یاد داشت کنیم، همه الگوریتممون خلاص بشه. پس بچه ها تا این در به صفر نرسه در الگوریتم شما ادامه داره. خب خیلی وقت هم به صفر هیچ وقت نمیرسه، یعنی میفته توی یه لوپ و همینطور دور میزن. حالا این بیتایی که باید دست آوردیم رو یاد داشت میکنیم. صفر ممیز صفر صفر یک یک. و شما هرچی این الگوریتم رو ادامه بدی دقته این عدد باینریتون بیشتر میشه. خب طبیعتاً این که چقدر من الگوریتم ادامه بدم برمیگرده به این که شما توی این رپرزنتیشن شما اینجا چقدر بیت برای مانتیس دارید، برمیگرده به این این شما الگوریتم رو از یه جایی بیشتر رو دارید یه فایده ندارد، چون بیتاشو نمیتونی ذخیره کنید. خب حالا اینو این میشه معادله باینری 0-23. خب حالا بچه ها استاندارد آیتریپلی میگه وقتی میخوای اینو ذخیره کنی حتما تبدیلش کن، اول تبدیلش کن به یه عددی به صورت 0-1 بقیه یه رقمای عدد. خب برای اینکه این کار رو بکنم این صفر ممیز صفر صفر یک یک. خب اینو اگه که من بیام این شکل بنویسم صفر ممیز یک یک، خب ضرب در دو به قوه چی؟ اینو این شکلی بنویسیم. خب حالا شما توی اون رپرزنتیشن آی تریپلی اینو ذخیره میکنید، و اینو چون این که همیشه یک، این که همیشه یک تو آی تریپلی میگه شما هر عددی که داشتی این شکلیش کن، صرف ممیز یک بقیه رقم هاش. خب این که همیشه یک رو ذخیره نمی کن، بقیه رقم هاش رو ذخیره میکن. این توی مانتیس ذخیره میشه بچه ها، این توی اکسپوننت ذخیره میشه. چی؟ کدوم طرف؟ حالا اجازه بدیم بریم روی اسلاید هایی جلو، شاید این چیزی که میگه درست باشه. ایده یه پای ایمون اینه. حالا این که یک این وره یا نه رو من چیز که خوندم نیست، خب این شکلیه، اما اشکال نداره. حالا دوستاتون بعضیشون چیز کردن، حالا بریم جلو ببینیم در واقع چی میشه. خب پس بچه ها برای ما ایده یه پایه مهمه. یه نکته دیگه هم براتون بگم، یا باید این منهای دوه وقتی من میخوام توی اکسپوننت ذخیرش کنم، اینم عدد منفیه. خب توی اکسپوننت در واقع عدد منفیه هم یه طوری باید ذخیرش کنم. خود این عدده اگر منفی بود، یعنی مثلا فرض کنید عدم بود منهای صفر ممیز، خب اگه این میخواستیم ذخیرش کنیم با رپرزنتیشن هایی که بدید، دیدید یه بیت ساین داشت، اون بیت ساین که یک باشه حله، اون بیت رو یکش میکنه. ولی وقتی توان منفیه، توان منفی رو چه شکلی ذخیره کنیم توی اکسپوننت؟ خب
بچه همه عدد ها وقتی که میخوان توی اکسپوننت ذخیره بشن با یه مقدار بایاسی با یه مقدار اولیه جمع میشن بعد ذخیره میشن. خب مثلا اگه اکسپوننت شما 8 بیته تمام عدد ها رو وقتی میخواید توی اکسپوننت ذخیره کنید با 127 جمعشون میکنید و بعد ذخیرهش میکنید. به این ترتیب عددهایی که توی اکسپوننت ذخیره میشن همه عددهای مثبت هم. بعد که میخوایم از اکسپوننت دوباره یه عدد رو بخونیم منهای 127 ش مهم و ازش استفاده. این قانونیه که برای اکسپوننت استفاده میشه. خب پس این صرفا یه مثال بود در عدد 17 که نشون میداد چه شکلی ترکیب اکسپوننت و مانتیس میتونه عدد شما رو رپرزنت کنه، ولی هنوز استاندارد آیتریپلی نیست. همینطوری مثال زده. بعد اینجا اومده که گفته که در واقع همین مسئله ای که براتون گفتم، اگر اکسپوننت منفی شد چه کنیم؟ اگر اکسپوننت منفی شد شما همیشه اکسپوننت رو بچه‌ها با یه مقدار بایاسی جمع می‌کنید بعد ذخیره‌اش می‌کنید. خب حالا این که مقدار این بایاس چقدر باشه، مقدار این عدد چقدر باشه، برمیگرده به تعداد بیتایی که شما برای اکسپوننت در نظر گرفتید. خب بعد حالا این مسئله رو مطرح کرده توی اسلاید ها که این 17 خیلی میتونه رپرزنتیشن های مختلف باشه. خب یعنی مثلا این شکلی میتونم رپرزنتش کنم، در واقع تعداد عدد اکسپوننت رو میتونم بزرگ بگیرم و اینو مثلا شیفتش بدم این طرف، یا اینکه نه در واقع توان دو مثلا میتونیم توان دو رو بزرگ کنیم اینو شیفتش بدیم. دقیقا همین قانونی که ما گفتیم و الان میخواد مطرح کنیم، میخواد بگی که تو هر وقت خواستی یه عددی رو توی مانتیس ذخیره کنی، هر وقت خواستی یه عددی رو ذخیره کنی، این عدد رو اینقدر شیفتش بده تا یک یا حتما یه یک اینجا باشه. این قانونی که در اومده هم مانده دو بر کرد. بچه ها همونطور که براتون گفتم محاسبات فلاتینگ پوینت با محاسبات معمولی عدد صحیح فرق میکنه. خب مثلا فرض کنید که من دو تا عدد رو که دو تا عدد اعشاری هستن به صورت فلاتینگ پوینت ذخیره شدن میخوام با هم جمعشون کنم. برای اینکه بتونم این دو تا عدد رو جمعشون کنم باید حتما تواناشون اکسپوننت هاشون یکی باشه. مثلا مثلا فرض کنید که همینطوری میگم شما مثلا صفر ممیز مثلا یک صفر یک ضرب در مثلا دو به توان منهای سه رو میخواییم جمع کنیم با صفر ممیز مثلا یک 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 ضرب در دو به توان دو. این دوتا رو من میخوام جمعشون کنم. برای اینکه بتونم جمعشون کنم باید این توانا رو اول یکی کنم. خب پس مثلا فرض کنید که باید بیام چی کار کنم؟ باید بیام مثلا اینو تغییرش بدم ببرمش یه طوری توی در واقع توان منهای سه. مثلا فرض کنید که من بیام اینو این شکلی بنویسم یک یک یک. خب اگه این شکلی بنویسمش یک 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 صفر ضرب در این الان توانش چند میشه؟ اگه بخواد همون عدد باشه این توانش چند باید باشه؟ منهای یک. خب حالا باز دوره میریم جلو اینو این شکلی می‌نویسم یک 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 صفر صفر ممیز صفر ضرب در دو روی منهای سه. این با این برابر توان این با توان یکی. حالا شما میتونید این دو تا رو با هم مانتیس هاشون رو با هم جمع کنید، یعنی
حالا که من میخوام این جمع انجام بدم، در واقع جمع هم این شکلی میشه، میشه یک 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 صفر صفر ممیز صفر به علاوه یک صفر ممیز یک صفر یک ضرب در. حالا این دوتا رو هم جمع میکنیم، بعد بذارید جمع کنم. جمعش یه چیز ساده میشه، یک 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 صفر صفر ممیز یک صفر یک خب ضرب در دو به توان ممیز صفر. اینو چه شکلی بنویسیم؟ اینو من میخوام این یک بیاد اینجا صفر دو با قوه چند؟ خب حالا این مانتیس رو ذخیره میکنیم و این طبعا دو میشه دو ما این مانتیس یه طبعا بخواییم این رو بگیم که ببینید جمع فلوتینگ پوینت چقدر کارهای بیشتری باید توش انجام بشه تا یه جمع معمولی و به نحو کاملا مشابهی ضرب فلوتینگ پوینت هم کارهایی که باید درش انجام بشه در واقع بیشتره. توی ضرب فلوتینگ پوینت شما میتونید آزادانه مانتیسا رو در هم ضرب کنید و اکسپوننت ها رو با هم جمع کنید و بعد دوباره حاصل رو نرمالایز کنید، یعنی اینکه تبدیلش کنید به یه عددی که بشه صفر ممیز یک بقیه بیتاش و ضرب کنید. خب بعد خب حالا یه سری نکته هست برای عدد فلوتینگ پوینت که مثلا فرض کنید که من اوورفلو رو چه شکلی نشون بدم، اگه تقسیم بر صفر رخ داد چه شکلی نشون بدم، اینا که ولش کنید کاری نداریم. استانداردهای تیپل 754 دقیقاً این نکات رو به صورت کاملا مبسوط و کاملا دقیق بررسی میکنه تمامش رو، هم رپرزنت کردن عدد رو، هم اپریشن هایی که انجام میشه، هم اگه که مثلا عددمون اورفلو شد خیلی از رنج رپرزنتیشن همون زد بیرون کرد، یا اگه که عددمون در واقع خیلی خیلی کوچیک شد اندرفلو شد، همه اینا رو استاندارد 754 وایت پلی در واقع بررسی میکنه. و الان یه سری مثال داریم بچه ها برای رپرزنتیشن عددا مبتنی بر استاندارد آیتپل 754 در واقع دقت معمولی. مثلا یک رو ببینید که چه شکلی ذخیره میشه توی این استاندارد. خب یک عدد مثبت این بیتش صفره، خب بعد در واقع یک ضرب در دو به توان صفره دیگه، درسته؟ توان اکسپوننتمون صفره، گفتم با یه بایاسی جمع میشه، مقدارمون بایاس چقدره؟ 127. خب پس این بایاس هست 127 و ما طرف مانتیس هیچ بیتی نداریم، هیچ بیتی بقیه هر دادم همینطور. این رپرزنتیشن در واقع آیتیپلی 754 نوشته شده. بعد مدل دابل پرسیژن مانتیز 52 بیت، اکسپوننت 11 بیت و اون بیت ساین رو هم هنوز دارید. اون مقدار بایاسی که اکسپوننت رو باش جمع میکنید 1023 هست. خب بچه ها و نهایتاً در واقع رنج عددهایی که شما میتونید نشون بدید با فکر کنم دقت مضاعف از منهای یک تا از منهای یک ضرب ده رو به 308 تا یک ضرب ده رو به 308 شما میتونید یه رنج خیلی وسیعی رو رپرزنت کنید با استاندارد فلوتینگ پوینت 754 آیتیپلی. و کوچکترین عددی که میتونیم نشون بدیم یک ضرب در ده به قوه منهای 308.
خب من اینجا یک کمی تون رفتم برای اینکه سوال. خب حالا بچه ها چرا میتونستن برتر و نمیتونن؟ رنجش بیشتر نمیتونن بر توانم خیلی کار اینا میتونستم بکنم. خب حالا اومدم با یه بایاسی جمعش کردم. چرا رنجش ممکن بود بیشتر بشه؟ خب ولی ببین توی استاندارد 754 مثلا اوورفلورم اینو نشون میده، در واقع بی نهایت مثبت بی نهایت هم براش یه رپرزنتیشن دارم. خب بر منهای بی نهایت هم یه رپرزنتیشن دارم. خب اخبر اینکه اونا رو هم نشون بدن، در واقع اومدن از این جاهایی که خالی افتاده از اینا استفاده کردن. خب این دقیقا ایده ای که تو میگی که اگه من مثلا بیت ساین میذاشتم بهتر میشد، یا اصلا اگه من مکمل دو ذخیره میکردم اکسپوننت رو بهترم شد، رنجم بیشترم شد، این ایده درسته. اما این کار رو نکردن، یه سری جای خالی به وجود اومده تو این عدد ها که اونا رو برای مثبت می نهایت منهای بی نهایت اونا استفاده کرد. چی؟ همیشه مکمل دو بود دیگه. همیشه مکمل دو بود؟ آره. مده فرق نمی کنه؟ چی؟ فرق نمی کنه؟ این حالا الان بذار من الان بچه ها هستم، بذار من چی کنم اینو بعد از ساعت خب بذار من چی کنم. خب بذار حالا یکم تیتوهای هاست کمک پردازنده ها. کمک پردازنده ها بچه ها کلن چی پایی هستن که ساخته شدن برای اینکه یه سری اعمال خاص رو به کمک پردازنده بیان و انجام بدن. خب مثلا چه کاری؟ مثلا محاسبات اشاری، یا چه کار دیگه ای؟ مثلا رمز نگاری، یا چه کار دیگه ای؟ مثلا محاسبات مربوط به گرافیک. خب پس کمک پردازنده ها اون اول که در واقع اومدن تو بازار اصلا این شکلی نبود که فقط محاسبات اشاری انجام. الان به هر کی بگی آقا من کوپروسسور دارم، سریع زنش میره محاسبات اشاری. خب ولی اون اول اینطوری نبود. مثلا یه کمک پردازنده یه ریاضی وجود داشت مخصوص محاسبات اشاری، یه کمک پردازنده یه آی او وجود داشت مخصوص انتقال داده، یه کمک پردازنده در واقع مثلا فرض کنید که برای کار گرافیکی وجود. خب ما اول این شکلی. حالا بعد زمان که گذشت دیگه اون آی او کوپروسسور رو چه میدونم گرافیکس کوپروسسور اینا حذف شد، خب تبدیل به چیزای دیگه شد، ولی این فلوتینگ پوینت کوپروسسور باقی موند. خب بعد بچه اینا اول کار که اینتل در واقع 8086 رو داد نیمد این در واقع فلوتینگ پوینت کوپروسسور رو بذاره تو خود 8086 به صورت یه چیپ جدا ریلیزش کرد. خب چرا؟ چون قیمتش خیلی زیاد بود و خیلی از یوزرها نیازی نداشتن به این، یعنی خیلی از یوزرها کارای فلاتینگ پوینت نداشتن که انجام بدن. مثلا فرض کنید که شما یک ورد پروسسور رو که ران میکنید کار فلاتینگ پوینت نداره. خب نه حالا میکروسافت ورد امروزی، اون ورد پروسسور قدیم، خب دیگه اون دلیل نداشت بره پول کمک پردازنده رو. ولی هر چیز زمان گذشت اتفاقی افتاد این بود که هزینه های پی سی بی خب و هزینه قرار دادن یه چیپ جدا روی مادربورد بیشتر شد از هزینه یا خود این کمک پردازنده. خب یعنی میصرفید که کمک پردازنده رو بزن رو پردازنده اصلی. خب برای همین شما توی در واقع تاریخ چه کمک پردازنده های اینتل که نگاه میکنید میبینید که ما یه چیپی داشتیم اسمش 8087 بود همزمان با 8086 و یکم بعدش ریلیز شد. این 8087
به عنوان کمک پردازنده ریاضی و 886 و 886 استفاده شد. خب و 889 که کلا این بود کوپرسوس همین بود که بهتون گفتم همه کوپرسوس رو اول کار فلاپین پوینت نبود. باشه دیگه 8287 باز دوباره کمک پردازنده فلاوتینگ پوینت بود، برای 286 استفاده شد. خب 8387 باز دوباره یه چیپ کمک پردازنده ریاضی بود که برای CPU 8386 استفاده شد. بعد بچه ها اینتل 486 رو داد تو بازار، 486 رو که داد تو بازار دو مدلش رو داد تو بازار، یکی 486 DX و یکی 486 SX که DX بچه ها کمک پردازندهش رو خودش بود. خب دیگه از اینجا به بعد تمام CPU هایی که اینتل داره کمک پردازنده ریاضیش رو خودشه، خب دیگه کمک پردازنده جدا نیست. یه عکس خیلی ساده از مادربورد، از یه مادربورد که شما ببینید این چیپ 8386 اینتل پردازنده است و این کمک پردازنده ریاضیشه 8387 بغلش به صورت یه چیپ مجزا، در حالی که شما اگر امروز مادربورد رو نگاه کنید شما به عنوان پردازنده فقط یه چیپ روی مادربورد ببینید و تمام این ساختار داخل خود مادربورده. یه مقایسه ای در واقع از پرفورمنس این کمک پردازنده هایی که اینتل در طول زمان داد میخوام براتون انجام بدم. بچه ها نیا کنیم، ما یه سری دستور داریم که کمک پردازنده ریاضیمون دستور رو انجام بده. F add, floating point add, floating point multiply, floating point divide, floating point compare میگه بچه floating point SQRT, SQRT جاز، خب tangent، tangent براتون میگیره، arc tangent میگیره. خب اینا اومده تو این جدول تعداد سیکل ساعتی که طول میکشیده تا هر کدوم از این کارا، هر کدوم از این دستورا توی اون پردازنده اجرا بشه تعداد سیکل رو نوشته. خب مثلا برای 8887 برای جمع اشاری بین 10 تا 70 سیکل طول میکشه تا جمع انجام بشه. خب برای 287 هم همینطور، اما نگاه کنید که برای 387 در واقع رنج کوچیک‌تر شده. مثلا اگه اونجا 70 سیکل طول میکشیده چی؟ آه این 70 تا 100 ببخشید، اینا 70 تا 100 راست میگم، من صفر پایین نیدم، اما این بین 23 تا 34. خب این یعنی چی؟ این 100 سیکل طول میکشیده تا یه فلاپینگ پوینت اد رو انجام بده، این 34 سیکل. این یعنی چی؟ هیچ معنی نمیده. خب معنی میده دیگه، یعنی ها بچه ها تعداد گیت ها رفته بالا، یعنی اینا قبلا یه کاری که میخواستن انجام بدن با یه مجموعه گیت مشخص، مثلا هی باید از همون ها استفاده میکرده تا یه کاری انجام بده از همون گیت ها. خب ولی حالا اومده پارالیلیزم رو بیشتر کرده، تعداد گیت ها رو بیشتر کرده که کار بیشتری رو به صورت همزمان بتونه انجام بده و در تعداد سیکل اومده پایین. بچه ها 8887 در واقع اگر که مثلا با ضریبه 1 میتونسته با سرعت 1 میتونسته پردازش رو انجام بده، 8287 با سرعت 1.2 میتونسته انجام بده، 387 با 10 برابر سرعت میتونسته انجام بده. بله 486 بچه ها با 18 برابر سرعت میتونسته انجام بده، پنتیوم با 320 برابر، AMD کاشیش 1500 برابر، پنتیوم تیریه اینتل 1100 برابر. این شما همینطور ببینید زمان میره جلو قدرت انجام محاسبات اشاریمون به شدت افزایش پیدا کنه. بچه ها نیا کنید فلاوتینگ پوینت اد ظرف یه سیکل انجام میشه. همه تون خواهد میدید. خب حالا ما توی این درس یک کوچولو در مورد در واقع 8887 صحبت کنیم.
1980 ساخته شده 45000 تا ترانزیستور داره، قدرت محاسباتیش یه چیزی حدود 50000 عمل اعشاری در ثانیه است، فلوپس، فلوتینگ پوینت اپریشن پر سکند. خب این مهمه، این از اون کلمات حتما یادش بگیرید تو امتحان میاد، فلوپس، فلوتینگ پوینت اپریشن پر سکند. 50000 تا مثلا جمع اعشاری میتونست توی ثانیه انجام بده. و بچه ها این شکلی بوده که 887 ساخت داره، خیلی جالبی داشته، این شکلی بوده که 887 قرار میگرفته رو همون باسی که 886 اونجا بوده، خب و همزمان با 886 به دستورایی که از حافظه خونده میشده نگاه میکرده. خب و وقتی میدیده یه دستوری مال خودشه، اون دستور رو برمیداشته و شروع میکرده اجرا کرد. 887 بچه ها 8 رجیستر داره، هر کدوم از رجیستراش 80 بیت ارزشه. ارز رجیستر 886 چقدر بود؟ 16. این چقدره؟ 80 بیت ارزشه، برای اینکه بتونه محاسبات دقت مضاعف رو هم انجام بده. خب البته برای محاسبات دقت مضاعف ما 64 بیت میخوام. خب اینتل در واقع برای بقیه کارهایی که وسط اپریشن رو باید انجام میشده یه سرکیت اضافی هم گذاشته. بله بچه ها این رجیستر ها 8 رجیستر 80 بیتی به صورت مجزا قابل دسترس بودن. خب اما با هم یه استک می ساختن، یعنی تو میتونستی بهش به این استک پوش کنی و ازش پاپ کنی. خب اسمشون ST0 تا ST7 بوده، استاندارد های تیپل 754 تا یه بودونی CPU در واقع پیاده می کرده و این ساختار داخلی 887 که شما توش 8 رجیستر دارید، هر کدوم از رجیسترها 80 بیته، رجیسترها با هم یه استک رو تشکیل میدن. شما میتونید به این استک در واقع مقادیر عمل بنده رو پوش کنید، بعد دستور رو صدا بزنید و بعد حاصل رو پاپ کنید از استک. خب و علاوه بر این به هر کدوم از اینا مجزا هم میتونستید شما دسترسی داشته باشید، دیتا باس رو ببینید. دیتا باس یکی 64 بیته خب برای مانتیس و یکی 16 بیته برای اکسپوننت. خدا هم یه اینتجر آی ام تعریف می‌کنم. خب الان از فور میتونم استفاده کنم و در واقع بیام و شیفت ریس رو تعریف کنم. خب حالا همینطوری وسط کار یه چیزی براتون بگم بچه‌ها، اگه که من دلم خواست یه موجول و کاوار